امروز در خبرها، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز همکاری ایران را با آمریکا در افغانستان به روشن شدن سناریوی دولت جدید آمریکا در رابطه با این کشور مشروط کرد. متکی در یک نشست خبری که در پایان نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، پاکستان و افغانستان در کابل برگزار شد گفت باید بدانیم که این سناریو چیست، زیرا دولت ایران نسبت به سیاست دولت قبلی آمریکا در افغانستان دیدگاه انتقادی داشته است. به افزود پس از آنکه دولت جدید آمریکا سیاست‌های خود را در بخش‌های مختلف مطرح کند، آن را مطالعه، بررسی و سپس در مورد آن اظهار نظر خواهیم کرد. پیشتر در این ماه ایران تعهد کرد که از تلاش‌ها به رهبری آمریکا برای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر افغانستان و همچنین تلاش‌ها در راستای بازسازی آن کشور حمایت خواهد کرد. مهدی کروبی از امیدواران احراز مقام ریاست جمهوری ایران در انتخابات 22 خرداد امروز گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران به روابط ایران با جامعه بین‌المللی آسیب رسانده است. کروبی که یک روحانی میانه رو و رئیس پیشین مجلس است، از احمدی نژاد به خاطر درافتادن با غرب به ادعای افسانه بودن فاجعه هولوکاست انتقاد کرد. کروبی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت سخنرانی‌های رئیس جمهور به منافع ایران لطمه زده است. کروبی ضمناً عهد کرد که رویکرد ایران را در مناقشه هسته‌ای دیرپای ایران با غرب تغییر دهد. محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت امروز در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر مرکزی این حزب به خبرنگاران گفت که حزب مطبوعش با توجه به تجربیات دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری سعی دارد که حتی امکان کاری اجماعی را در مجموعه جبهه اصلاحات رقم بزند. به گزارش ایسنا، میردامادی در این باره با تاکید بر این که تصمیم ما بر این بود که از کاندیداهایی با رأی بالا استفاده کنیم گفت در 4 سال گذشته کشور با مشکلات متعددی روبرو بوده و ضرورت دارد که انتخابات به نحوی برگزار شود که بتواند تغییرات اساسی در کشور ایجاد کند. وی همچنین از عملکرد انتخاباتی صدا و سیما در بخش‌های مختلف خبری و غیر خبری انتقاد کرد و نگرانی خود را از سلامت انتخابات ابراز داشت. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز هشدار داد که حزب الله و دیگر گروه‌های شبه نظامی لبنان پیشاپیش انتخابات پارلمانی لبنان که در ماه ژوئن برگزار می‌شود به ارعاب و دامن زدن به بی‌ثباتی در آن کشور دست زدند. بانکیمون در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت تهدیدی که گروه‌های مسلح و شبه نظامی برای حاکمیت و ثبات دولت لبنان به وجود آوردند بیش از آن است که بتوان توصیف کرد. یک فضای ارعاب در قالب انتخابات پارلمانی آتی لبنان ایجاد کرده و نیز ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com